به نام پروردگار یکتا و بی همتا. سلام خدمت شما دوستان ارجمند، عرض تسلیت به تمام جامعه افغانستان، نه تنها بر خانواده قربانیان حمله تروریستی روز گذشته. هموطنان عزیز، دوستانی که بیننده ویدیوی ما هستین، روزای خیلی سخت را ما مردم افغانستان سپری میکنیم. اگر ما در داخل افغانستان زندگی میکنیم، با هزار وحشت و دهشت صبح از خانه بیرون میشیم تا شامگاه که دوباره به خانه برمیگردیم، از دل ما خدا خبر داره که دگیر کی صبر نریم، دگیر کدام اختطافچی نریم، دگیر کدام سارق نریم، دگیر کدام موتر شیشه سیاه نریم، دگیر بادیگاردهایی که با چهره های خیلی خشن نگاه میکنن، دگیر از اونا نریم. موضوع ای که انتحار یا انفجار صورت میگیره اونجا از بین نریم، ای کاملا جدا. ای ترس و حراس است که ما همه روزه با بودنش زندگی میکنیم، به گونه عامیانه‌اش علا توکلی زنده ماندیم. شما در گزارش که ما به گونه مستند از داخل پنتون کابل، جایی که محل رویداد روز گذشته بود، ساختم از طریق تلویزیون آریانا بیننده بودیم. با سوژه های برخوردم که خیلی درد آور بود. بعضی کسا از دور صحبت میکنن و یا حس میکنن درد مردم را و یا آنچه که گذشته بود در داخل پنتون کابل، اما ما به چشم سر خود دیدم. امروز از جمله اولین کسانی بودیم که داخل پنتون کابل شدیم، بر ما اجازه داده شد و تعمیر را دیدیم، پشت تعمیر را دیدیم، منزل اول، منزل دو، تشناب، کتابخانه، اتاق کنفرانس، همش را دیدم. وضعیت متفاوتر و یا بلندتر از آن چیزی بود که شما تصور میکنین و یا آنچه که من پیش از دیدن او قسمت تصور میکردم. مردم افغانستان آنقدر به سطوح آمدن، آنقدر به سطوح آمدن که اصلا گریه نمیتونن بکنن، اصلا اشکایشان در چشمانشان خشکیده شده، اصلا اشک جرأت آمدن و یا حلقه زدن به چشم نداره. مردم افغانستان آنقدر سنگدل شدن، آنقدر تنگ نفس شدن، آنقدر بیچاره و ذلیل شدن که اصلا هرچی که میایه مانند یک معتاد میگذره، توان ابراز احساسات، توان دفاع کردن، توان بلند کردن صدا دیگه در وجودشان نیست. اما چند چیزی که من میخوایم یادآور شوم، مردم افغانستان یا بچه ای که در افغانستان به دنیا آمده به نام اردوی ملی کشته میشه، به نام پلیس ملی کشته میشه، به نام امنیت ملی کشته میشه و به خاطر کشته میشن میگن که شما مزدور خارجی هستین یا در حکومتی که شما کار میکنین حکومت دست نشانده خارجی ها هست، به این دلیل اینا کشته میشن. از جانب دیگه فرزند یا بچه که در افغانستان به دنیا آمده به نام طالب کشته میشه.
به نام داعش هم کشته میشه. و بسا موارد دیگه تاپه هایی که به اینا برچسب داده میشه، به این آما فرزند افغانستان کشته میشه. از طرف دیگه هزارها کشته میشن یا اهل تشیع کشته میشن، در مساجدشان میرن اونجا اونا را میکشن. باز یک عده میگن که این جنگ جنگ قومی است، میخواین که هزارها را از بین ببرن. اما در قندهار انفجار صورت میگیره، مردم کشته میشه. در جلال آباد مردم کشته میشه. در خوست امسان چنین چیزا صورت میگیره، کشته میشه. حتی دیدن که بالای در درمسال مردم سک ما یا برادران هندوی ما اونجا انفجار صورت گرفت، اونا کشته شدن. پس آیا این جنگ جنگ قومی است؟ آیا عالم هزاره میگه که ما را میکشن؟ آیا پشتون آل میگه که پشتون را میکشن؟ آیا سکا هم خیبه خیزن بگوین که ما را میکشن؟ تاجکا همسان بگوین که نه ما را میکشن؟ بعض اوقات که ما قربانی دادیم در بخش های مختلف افغانستان، هر کدام ما صدا زدیم، یکی دیگه خود توهین کردیم، تحقیر کردیم، حرفای خیلی زشت گفتیم، دشنام دادیم، حتی خواهر و مادر یک گروه را نماندیم یا یک قوم نماندیم، گفتیم که شما میایین ما را از بین میبرین. آیا شاید گری ذهنتان آل باز شده؟ شاید باز شده باشه. شاید پس از این شما نگویین دیگه که جنگ علیه ماست، این اصلا میخواه از بین ببره. شاید اینمی گری در حادثه پنتون کابل از این تان رفته باشه. ما طرفداری از هیچ گروه و هیچ جناح و هیچ کس نمی کنم، فقط می خواهیم بگویم گپا را شما خودتان می فهمین. روز گذشته زمانی که تیراندازی صورت گرفت، حدودا 11 و چند دقیقه بود، همکار مسعود فنایی با ما تماس گرفت، گفت که تیراندازی همی لحظه شروع شده در داخل پانتون کابل. من میخواستم حرکت کنم اما کامرمن نبود یا تصویربردار که میرفتم و میدیدم. این تیراندازی من فکر کردم برو دیگه یک خلاص میشه، اما این شدت پیدا کرد. در فیسبوک ها، رسانه های اجتماعی در کل دست به دست شد، عکس ها و صداهای فایر و ویدیوهایی که مسئولان پانتون کابل به هر طرف پراگنده از ترس فرار میکردن. این گپ کلان شد تا این اندازه رسید. امروز خب ما شنیدیم که حدوداً 22 تن کشته و 22 تن زخم برداشتن. من فکر میکنم آمار شاید بالا بره یا شاید بالا باشه، شاید این را بعداً باز میبینیم، به خاطر که من در صحنه رفته بودم. من تنها شما در گزارش دیده بود 5 یا 6 چپتر مربوط به اداره و پلیسی آمه، 15 اداره و پلیسی آمه یافتم که در اونجا افتاده بود. ایناله که او تعداد فرار کردن، زخمی شدن و یا کشته شدن، هنوز موضوع به گونه درستش معلوم نیست. چیز مهم دیگه که میخوایم بگویم، دیروز زمانی که اتفاق افتاد، این موضوع یا این حادثه رخ داد، گروه مردم گفتن که طالبا این کار کردن. طالبا تای اعلامیه گفتن که این حمله را ما به دوش خود نمیگیریم، مربوط به گروه طالبا نیست این حمله پانتون کابل. طالبا مستقیما گفتن که مربوط به ما نیست. یک طرف. از طرف دیگه خبر شده ایم گفتن که داعش این حمله را به دوش خود گرفته. ببینین طالبا رد کرد که مربوط ما نیست، داعش گفت که مسئولیت به دوش ماست.
نکته خیلی زیاد مهم است دوستان عزیز، متوجه باشین. شما در گزارش ما هم دیدین از تلویزیون آرنا، وقتی ما رفتیم و دیگر از آنها هم عکس گرفته بودن و ویدیو مانده بودن، گفتن که یا در اونجا نوشته شده، شما میبینین که نوشته شده اونجا که اگر اشتباه نکنم امارت اسلامی، حتی نام افغانستان ذکر نشده که اینجا یک نکته بارز است، امارت اسلامی یا اسلامی امارت نوشته است و در قسمت پایینی نوشته است شهادت ورسته وقت. شهادت ورسته وقت با چنان خط نوشته شده، خطم خط مقبول است، خط مقبول است. من همونطور خط اگر با مارکر بگیرم با جلن نوشته کنم، شاید همونطور یک خط ندارم، شاید نیه که ندارم 100%، اما با او با یک خط تقریبا خوب که حتما آدم های باسواد میتونن اونطور یک چیز نوشته بکنن، ده شهادت رسته وقت نوشته کردن. یعنی اوجا این معنا را گواه هست که کسانی که اونجا مهاجمایی که داخل شده بودن به تیراندازی می پرداختن، اونا نوشته کردن که یعنی شهادت ما نزدیک است، او را نوشته کردن. از طرف دیگه بیرق که خونالود بود، لا اله الا الله محمد رسول الله، که این بیرق، بیرق یا پرچم، پرچم طالبا است، همچنان در دهن ارسی بود. بیرق از طالبا نوشته که شده مربوط تقریبا به طالبا میشه، که امارت اسلامی خو مربوط به طالبا است و یا امو گونی نظام طالبا اماراتی است و شهادت روسی دیدنم، این چیزا مربوط به طالبا میشه. اما طالبا میگه ما این کار نکردیم، داعش میگه که این کار ما کردیم. اگر طالبا این کار نکردن، او بیرق از طالبا نیست، نوشتم مربوط طالبا نیست، خیحت من پیش از این خبرنگارا بره او بیرق کس مانده اونجا و او نوشته رام کس کده که مربوط شده به طالبا. یک نکته خیلی بارز است، طالبا در اولین اعلامیه از طالبا بود، طالبا گفت ما این کار نکردیم، درست؟ اما آن چیزی که مربوط به طالبا میشه بیرق از طالبا است و نوشته امارت اسلامی مربوط به طالبا است، این نشان میده که طالبا است. پس اگر طالبا این حمله را انجام نداده، خیاطمن کس دیگه بوده که پیش از خبرنگارا اونجا موقعیت گرفته، بیرق مانده، باز بیرق هم خونالود است و اونجا هم نوشته کرده امارت اسلامی. این دیگه چیزایی است که خداوند خودش میفهمه و چیزایی بود که چشم دید ما است از محل رویداد که شما در برنامه همچنان متوجه بودیم. با وسایل دلخراش روبرو شدیم. شما در رسانه اجتماعی دیدین بچگک چلی نامزدی یا عروسی به دستش بود، در دستش مرمی خورده بود، دستش تو کفیده بود به شکل. همچنان دست کولی که بندش را از یک قسمت یافتم، چند لحظه بعد از گزارش که دیدم خود دست کول را یافتم، دست کول را وقت بلند کدام پارچه گوشت یا بدن انسان در داخلش بود تازه، دوباره پس ماندمش. کمول از یک گزارش حتما شما در گزارش مستند میبینیم. بوت دخترک ها، بچگک ها، بیک از اونا، اینی وسایل بود که در اونجا شما در گزارش همچنان بیرنده بودین. از او موضوع میگذاریم دوستا. گفتگوهای صلح در قطر جریان داره، گفتگوهای صلح جریان داره. از زمانی که گفتگوهای صلح شروع شده حملات هم زیاد شده. در این مورد یک بسا مورد پیچیده سیاسی است،
نه در این مورد ما تشخیص کرده میتونم، نه میتونم در این رابطه قضاوت بکنم و نه میخوایم من نظرم بکنم. این موضوع قطر، موضوع صلح میان حکومت افغانستان یا مذاکرات بین الافغانی آن چیز است که کلگی میفهمه. از سرک تا پچک یا از خرد تا بزرگ شما خودتان هم قضاوت میتونین و هم میفهمین. این ضرورت به این نیست که ما بیاییم کلان کاری بکنم و بگویم که قسم است. ما آنچه که تا امروز گفتیم تا این لحظه گفتیم چشم دید خود را گفتیم، چشم دید خود را یادآور شدیم تا شما هم بدانین که موضوع از چه قرار است. دستاوردهایش چی است؟ از زمانی که موضوع قطر شروع شده، حملات زیاد شده، جنگ زیاد شده، مردم افغانستان زیاد کشته میشن، هم از طرف طالبان نفر کشته میشه، هم از طرف حکومت افغانستان کشته میشه، هم در بین مردم ملکی کشته میشه، فرزندا یتیم میشن، خانما بیوه میشن، مادرها بی فرزند میشن، خانواده ها بی سرنوشت میشن. شما فکر بکنین زن جوانی که از یک سرباز میمونه یا از طرف حکومت طالبا کسی که کشته میشه، خانم از او بی سرنوشت میمونه، اولادای از او بی سرنوشت میمونه، اینا را کی سیر میکنه؟ فقر و بیچارگی دیگه در کجا به اوجش میرسه؟ این موضوع گپ بسا مهم دیگه که میثاق امنیتی را سرش معاون اول ریاست جمهوری امرالله صالح کار میکنه. میثاق امنیتی کار شروع شده. از بسا کارایش مردم افغانستان هم، مردم کابل خصوصا خوش است. خصوصا بعض دستفروش ها را که پس کده، پارک شهرنو را پاک کده، سرای غزنی را پاک کده، طرف خیرخانه بعض جای دستفروش ها را پس کده و بعض جای دیگه که من از خبر ندارم اینا کار کردن، مردم خوش هستن. اما مردی که کراچی داشت، 5 فرزند داشت، مکتب ها میخوان فرزنداش، نان ها میخورد، پیسه سیالی و شریکی خانمش ها میشد. آل او مرد کراچیش را از برکت میثاق امنیتی پس شده، برداشته شده. او مرد بیکار است. 5 فرزندش 5 دانه قلم، 5 دانه کتابچه، 5 کتاب، 5 جوره بود، 5 جوره لباس، 5 دانه چادر و غیره و غیره ضرورت داره. خانمش خانه خیش قوم میره به سیالی و شریکی فرهنگ مردم افغانستان از ضرورت داره. وقت کراچیش نباشه، فابریکه نداریم، بعض جاهای دیگه که مردم در کار بیفتن نداریم، پول آن همه چیزایی را که یادآوری کردم از کجا کنه ای کراچیوان عزیبات؟ بچه ای که پدرش زنده نیست، از بین رفته، مادرش بی سرنوشت، چشم دختر به جیب فرزندش که پول بیاره خانوادهش را معیشت بکنه و یا آنچه که ضروریات خانوادهشان از فراهم بکنه. او بچه کراچیش از برکت میثاق امنیتی برداشته شده و جای دیگه درست هم نیست که بره کار بکنه، پول پیدا کنه بر خواهر و مادر و برادر کوچک خود. ای بچه شب که میایه چشمایش خم، سرش خم، شما پدر، مادر، خواهر، برادر شما گشنه باشین به خاطر که کراچی های ما برداشته شده، پیسه نیست دیگه، شما گشنه بخوابین، سر مخم است پیش شما. فکر میکنین او بچه چند نفر از این بچه ها یا جوان ها این کار را میکنن؟ چند نفر دیگهش رو میاره به چی؟ به خاطر از اینکه از این شرمندگی خانواده خود نجات بده. یک کارت میخره، یک تفنگچه آل ارزان هم شده، 3-4 هزار شده، یک دو تای دیگر هم برای خود یک جایی میکنه، شروع دیگه به لچ کردن مردم. خیلی چی کنه؟ چی کار میکنه ای؟ دیگر روز گیر میایه، عکسایش هم نصب میشه، روانه پلچرخی میشه، زندان میشه، خانوادهش اونجا بی سرنوشت ماند. مردم افغانستان فقط کلشان یک سوال دارن، یک چیز برشان گنگ مانده. مردم افغانستان این سوال را دارن که ما چی کنیم؟ ما چی کنیم که آرام باشیم، آرام بانیم، زنده بانیم و ما را نکشیم؟ همه مردم افغانستان این سوال را دارن.
موضوع پیسه مصرف کردن به پارلمان رسیدن از توان یک تعداد نیست، پارلمان از شما. یک تعداد که خواستن غیر مشروع را پیدا بکنن، کسایی که مشروع رأی گرفتن او کارشان. وزارت از شما، حکومت از شما، سیاست از شما، کل چیز از شما. ما را آرام بارین، ما را آرام بارین. ما مردم خو بچه ما را کشتین، پدر ما را کشتین، مادر ما را کشتین، خواهر ما را کشتین، بلند منزل ساختین، زمین ها را غصب کردین، خارجا هستن، پاچایی میکنن، هر گپ وجود داره. ما میریم غریبکاری میکنیم، خب ما را در این غریبکاری و کراچیوانی ما بانین که ما زنده بانیم. تابکه ما را میکشین. مردم میگن ما چه کنیم که ما زنده بانیم؟ آیا کس هست که این سوال پاسخ بده سوال مردم را که مردم افغانستان شما اینی کار را بکنین دیگه شما را ما غرض نداریم، ما شما را زنده میمانیم. او روز یکی از ریش سفیده ها گفت که اگر بسیار شوقی از این کشور است یک تیداد خیبیان ای ما را تید بکنن به می دیگه کشور را روان بکنن، تاجیکا را تاجیکستان روان کنن، پشتون ها را در سمت پشتونستان روان کنن، اوزبک ها را اوزبکستان، ترکمن ها را ترکمنستان. بباشین یک ریش سفیده که معتاد بود دیگه گفت همین هر کس با مجایش روان کنن بیاین امیر بگیرن بیاین که چی میکنن در اینا، اما بانن که یک چهار روز ما زنده بانیم، زندگی بکنیم. مردم جهان از زندگی خود لذت میبرن. هر روز در بخش ورزش، در بخش فناوری و نوآوری، در بخش های مختلف از چه کارهایی است که اینا کار و مستی و بازی و ساتری بر خود نمیکشن. در افغانستان مردم در این فکر هستن چطور شکم اسیر کنن و چطور خود زنده نگاه کنن. هیچ وقت پیدا نمیکنن که برن به کارهای بزرگ دست بزنن. اینا ما امروز گزارش تهیه نکردم، صرف گزارش برای تلویزیون آماده کردیم که شما بیننده هستین از طریق چینل یوتیوب هماین افغان که مربوط آریانا میشه و چینل یوتیوب آریانا تیوی. گزارش مستند از داخل پنتون کابل بود که به دست نشر سپرده شد، اما اینجا به یوتیوب خودم یا چینل خودم. ما باور کنین که صبح وقت وقتی اون موضوع رو دیدیم، پارچه های بدن انسان ها رو دیدیم، خون ها رو دیدیم، بوت رو دیدیم، چپلی رو دیدیم، چادر رو دیدیم، قیتک موی رو دیدیم، پوچک های مرمی رو دیدیم، حتی صبح چیز نخوردیم، آلم هیچ چیز دلم نشده. حدودا ساعت 3 دکم 3 به وقت افغانستان از همیاله که ما ثبت میکنیم، انشالله کوشش میکنیم تا شامی ویدیو اپلود شوه به دست نشر سپرده شوه. بسیار خسته شدن مردم افغانستان، ما را خوب هر ترتیب مردم خیلی خسته شدن. هیچ من نمیتونم بگویم که از شما خواهش میکنم یک کارو بکنید، هیچ من نمیتونم مخاطب پیدا بکنم، فقط ما مسلمان ها رجوع میکنیم به خداوند. خداوند خود داند که چه میکند در حفظ و امان خداوند باشین، به امید یک کشور باثبات و باصلح و باعزت.